سلام بر شما به برنامه امروز ایران و جهان در هفته یک که گذشت خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم در این برنامه از تایید برجام در شورای نگهبان خواهیم گفت. نگاهی خواهیم داشت به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی در ایران. گزارشی داریم از فیلمی که به تازگی از یکی از پایگاه های موشکی جمهوری اسلامی منتشر شده که در دل کوه قرار دارد. از افزایش نارامی ها در بیت المقدس خواهیم گفت و مروری داریم بر تدارک تازه ایران و حزب الله برای حمله به حلب در سوریه. با ما همراه باشید. شورای نگهبان یک روز پس از تصویب برجام در مجلس آن را تایید کرد و بدین ترتیب برنامه جامعه اقدام مشترک اجرایی شد به دنبال مطرح شدن دخالت اسقر حجازی یکی از اعضای ارشد دفتر آیت الله خامنه در تصویب برجام در مجلس روابط عمومی دفتر آقای خامنه با انتشار بیانیه نقش مستقل برخی مسئولین این دفتر در تصویب طرح برجام را خلاف واقع و فاقد اعتبار خواند دفتر آیت الله علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی در اطلاعیه اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس را خلاف واقع دانست که گفته بودند حضور یکی از اعضای بلند پایه این دفتر در جلسه با علی لاریجانی بر روند رسیدگی مجلس به طرح مربوط به توافق اتمی ایران با گروه پنج بعداوه یک تاثیر گذاشته است. اطلاعیه روابط عمومی دفتر رهبر ایران روز چهارشنبه 22 مهر در پایگاه اطلاع رسانی وی تحت عنوان تاکید بر مسیر قانونی بررسی برجام منتشر شده است. در این اطلاعیه گفته شده است هر گونه اطلاع رسانی و بیان مطالب غلط و مخشوش مبنی بر نقش مستقل برخی از مسئولین دفتر معظم الله در روند بررسی طرح برجام خلاف واقع بوده و فاقد اعتبار است. در این اطلاعیه آمده است که رهبر جمهوری اسلامی در موارد متعددی بر طی شدن مسیر قانونی بررسی مفاد برنامه جامعه اقدام مشترک تاکید داشته و مواضع رهبر جمهوری اسلامی درباره این موضوع صریح شفاف و دقیق در سخنرانی های اخیر وی اعلام شده و در اختیار همگان قرار دارد گفته می شود این اطلاعیه می تواند مربوط به خبرهایی درباره نقش علی اصغر حجازی نماینده رهبر در جلسه سهجانبه بیت رهبری مجلس و شورای عالی امنیت ملی باشد در روز سهشنبه 21 مهر به هنگام بررسی طرح توافق اتمی در مجلس مهدی کوچکزادی از نمایندگان منتقد دولت و مخالف برجام گفت محمد رضا با هنر نایب رئیس دوم مجلس به نمایندگان خبر داده است که دیشب آقایان لاریجانی هجازی و شمخانی جلسه داشتند و تصمیم گرفته شد این طرح تصویب شود اطلاعیه دفتر آقای خامنه‌ای در حالی منتشر شده که شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره اجرای برجام میان ایران و شش قدرت جهانی را تایید کرده است با تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان راه برای اجرای کامل توافق وین همراه می شود و آنگونه که مقام های دولت حسن روحانی اعلام کردند احتمالا از روز دوشنبه هفته آینده توافق اتمی وارد مرحله اجرایی خواهد شد مهلت 90 روزه بررسی توافق هسته‌ای وین روز 26 مهر ما به پایان می‌رسد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیش از این گفته بود اقدامات ایران حداکثر اکثر حدود 1.5 تا دو ماه طول می‌کشد و میتوان گفت که اواخر آذر ماه یا اوایل دی ماه سال جاری شاهد اجرای شدن کامل برجام خواهیم بود. با این حال حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و یکی از مشاوران آقای خام در یادداشتی که روز پنجشنبه 23 مهر منتشر شده در اعتبار مصوبه مجلس تردید کرده و نوشته اکنون پای این پرسش منطقی قانونی و شرعی در میان است که آیا آراء معخوزه را میتوان رأی دقیق نمایندگان دانست و آیا مطرح کنندگان آن ادعا حق امانت را ادا کردند آقای شریعت مداری نوشته است نگاهی به ترکیب آرا به وضوح نشان میدهد تعداد نمایندگانی که به طرح مورد اشاره رأی منفی دادند همانها هستند که با استناد به بیانات سریح رهبر معظم انقلاب در صحت ادعاهای مطرح شده درباره جلسه خصوصی شب گذشته تردید جدی داشتند و خروجی آن جلسه ادعایی را باور نداشته و با نظرات حضرت آقا در تناقض آشکار ارزیابی کردند در همین حال در خبر دیگر علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس متن طرحی را منتشر کرده که ادعا کرده اجازه مطرح شدن آن در مجلس داده نشده است. خبرگزاری فارس در گزارش روز چهارشنبه 22 مهر خود نوشته است جمعی از نمایندگان در روند بررسی طرح برجام در جلسه روز گذشته علنی مجلس متن پیشنهاداتی مبنی بر رعایت الزامات و احکام اجرای برجام را که توسط علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام آماده شده بود را منتشر کردند که اجازه قرائت آن در صحن علنی مجلس از سوی هیئت رئیسه نشد. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش تازه سالانه خود درباره میزان آزادی های مذهبی در جهان بار دیگر حکومت ایران را در سرکوب آزادی های مذهبی شهروندان ایرانی مورد انتقاد قرار داده و تصریح کرده دولت جمهوری اسلامی همچنان به اعدام و زندانی کردن اقلیت های مذهبی تحت عنوان مهاربه با خدا ادامه داده و در عرصه خدمات دولتی در زمینه استخدام، آموزش و پرورش و مسکن برای آنها تبعیض قائل شده است. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش تازه سالانه خود درباره میزان آزادی های مذهبی در جهان بار دیگر سیاست حکومت ایران در سرکوب آزادی های مذهبی شهروندان ایرانی را مورد انتقاد قرار داده و موارد متعدد از تبعیض های مذهبی را برشمرده است. جانکری وزیر خارجه آمریکا روز چهار شنبه 22 مهر به هنگام ارائه گزارش سالانه که مربوط به سال 2015 است بار دیگر بر ادامه محدودیت های مذهبی ناشی از سیاست های برخی دولت ها و از آن جمله ایران تاکید کرد و گفت بسیاری از این سیاست ها مانند مجرم شناختن فعالیت های مذهبی تهدید و ارعاب اعمال قوانین مربوط به ارتداد و کفر توهین به مقدسات، ممنوعیت انتخاب مذهب و یا اعمال محدودیت های مربوط به سازمان های مذهبی آزادی های شهروندان را آشکارا نقض می کنند. آقای کری با اشاره به نقش گروه های غیر دولتی مانند گروه خلافت اسلامی و القاعده که در سال 2014 میلادی شنی اعمال در نقض آزادی های مذهبی و سایر حقوق بشر را مرتکب شدند گفت فقدان واکنش دولت ها در مقابل با این گروهها یا تأخیر و نارسایی در برابر اعمال این گروهها پیامدهای سنگینی برای مردمانی دارد که تحت شرایط بسیار محدود کننده به سر میبرند و آزادی آنها برای انجام فرایز دینی خود با دخالت مستمر همراه است. گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا به بررسی نقض آزادی های مذهبی در کشورهای گوناگون طی سال 2014 میلادی اختصاص دارد. در بررسی شرایط ایران در زمینه محدودیت های مذهبی بنابر این گزارش دولت جمهوری اسلامی همچنان به اعدام و زندانی کردن اقلیت های مذهبی تحت عنوان محاربه با خدا و تبلیغات علیه اسلام ادامه داده و در عرصه خدمات دولتی در زمینه استخدام، آموزش و پرورش و مسکن برای آنها تبعیض قائل شده است. گزارش میگوید اظهار نظرها و اقدامات مقامهای حکومتی فضای تهدیدآمیزی را علیه تمامی ایرانیان غیر شیعه و به ویژه علیه بهاییان به وجود آورده و رسانه های تحت کنترل دولت همینطور نشریات مکتوب کارزار ضد های مذهبی را ادامه دادند. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که در ایران غیر مسلمانان با تبعیضهای اجتماعی فراوانی دست به گریبان هستند که از جانب حکومت پشتیبانی و تقضیه می رهبران مذهبی و سیاسی همواره مطالب افترامیز علیه این گروه ها بیان می کنند. گزارش های متعددی از دشواری های بهاییان در سطوح گوناگون اجتماعی در سراسر ایران وجود دارد و کارفرمایان غیر بهایی زیر فشار دولت از استخدام بهاییان پرهیز و در صورت اشتغال آنها را از شغل خود برکنار می کنند. روحانیون شیعه در مراسم عبادی خود صوفیان را نفرین می کنند و در سراسر ایران فعالیت های آنان را چه در جامعه و چه در محافل خصوصی مردود می شمارند. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگری روز سهشنبه 21 مهر ضمن برشمردن موارد متعدد نقض آزادی های مذهبی در ایران به سایر محدودیت ها نیز اشاره کرد و گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شهروندان مسلمان خود اجازه نمی دهد که آزادانه دین و آین خود را انتخاب کنند و یا به مذهب دیگری درآیند. معاون وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت که دولت ایران حتی با دقت گفته ها و بیانیه های مذهبی روحانیون ارشد را نیز رسد می کند. رهبر جمهوری اسلامی به این منظور دادگاه ویژه روحانیت را زیر نظر خود دارد که به بررسی اتهام‌های های روحانیون رسیدگی می کند. همزمان سازمان عفو بین الملل اعلام کرد اعدام دو نفر در ایران طی چند روز که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند دهشتناک بودن سیستم قضایی ایران در مورد کودکان را نشان می دهد. اتحادیه اروپا نیز از اعدام فاطمه سالبهی انتقاد کرده است. خانم سالبهی هنگام قتل همسرش 17 سال داشت و به اجبار به عقد او درآمده بود. سمد زهابی شهروند دیگری است که بنابر گزارش سازمان اف بین الملل طی چند روز گذشته اعدام شده و در زمان ارتکاب جرمی که به آن متهم شده 17 سال داشت. خبرها از آمادگی ارتش سوریه در همراهی با سربازان ایرانی و شبه نظامیان حزب الله لبنان برای حمله به حلب حکایت دارد. تدارک برای حمله به حلب قرار است با پشتیبانی جنگنده های روسی صورت گیرد. همزمان برخی رسانه ها هم از حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک اعلام کرد تصمیم برای آغاز نبرد حلب گرفته شده است و ایران هزاران نفر را برای شرکت در عملیات زمینی مشترک برای پس گرفتن شهر حلب به سوریه فرستاده است روزنامه لبنانی الاخبار هم که به حزب الله لبنان نزدیک است در شماری روز چهارشنبه 22 مهر گزارش داده که ایران نیروی زمینی را برای انجام عملیاتی بزرگ به سوریه فرستاده است روسیه نیز از آنها پشتیبانی هوایی خواهد کرد با این حال روزنامه واشنگتن پست در گزارش روز چهارشنبه 22 مهر به نقل از یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا نوشت شمار نیروهای ایرانی اعزام شده به اطراف حلب برخلاف بعضی گزارش های منتشره صدها نفر و نه هزاران نفر است این مقام آمریکایی که از اون نام برده نشده است گفت که عناصری از نیروی قدس سپاه ایران در نزدیکی شهر حلب تجمع کردند و پیش بینی کرد عملیات علیه شورشیان قریب خواهد بود این مقام آمریکایی گفت که آمریکا کشتی های روسی که هفته پیش از دریای خزر موشک های کروز به طرف سوریه پرتاب کردن را رد گرفته و این کشتیها دوباره مسلح شده و آماده شلیک موشک های تازه احتمالا در حمایت از این عملیات هستند همزمان حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر با تکسی به حضور رزمی نیروهای ایرانی گفت هیچ نیروی رزمی ایرانی در سوریه وجود ندارد و تنها مستشاران نظامی ایرانی متخصص در امور مبارزه با تروریسم به درخواست دولت سوریه در این کشور برای ارائه مشورت حضور دارند ابراهیم امین سردبیر روزنامه الاخبار هم در این روزنامه نوشته است که نیروهای ایرانی با نیروهای مسلح سوریه و حزب الله لبنان همراه خواهند شد و هدف آنها در مرحله اول این است که مناطق شمال غربی را پس بگیرند گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است نوشت که نیروهای ایرانی همچنین در استان مرکزی هما و نواحی کوهستانی اطراف لازقیه که پایگاه فرقه علوی است مستقر شدهاند به تازگی عکسهایی از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر شده که گفته می شود او را در سوریه نشان می دهد. برخی رسانه های ایرانی همین عکس ها را به عنوان عکس های قاسم سلیمانی در سوریه منتشر کردند. اما زمان و مکان گرفته شدن این عکس ها را نمی توان تایید کرد. در تحولی دیگر خطوط هوایی کتی پاسیفیک بزرگترین شرکت هوایی هنگ کنگ روز چهارشنبه 22 میر اعلام کرد پس از هشدارهای آژانس امنیت هوانوردی اروپا در مورد موشک های روسی که به سوی خاک سوریه شلیک می شوند پرواز بر فراز خاک ایران را متوقف کرده است به گزارش خبرگزاری فرانسه تصمیم این شرکت هوایی برای تغییر مسیر پروازهای خود به خاطر تشدید حملات نظامی روسیه به مواضع شورشیان در خاک سوریه اتخاذ شده است روسیه از روز سی سپتامبر شلیک موشک از عرصه کشتی های خود در دریای خزر را به سوی اهدافی در سوریه آغاز کرد آژانس امنیت هوانوردی اروپا هفته گذشته به خاطر شلیک موشک های دوربرد روسیه از دریای خزر به سوی مواضع شورشیان در خاک سوریه یک گزارش ایمنی جدید برای تمام خطوط هوایی جهان منتشر کرد در این گزارش قید شده که موشک های روسیه در ارتفاعی پایین تر از مسیرهای پرواز بین المللی و از حریم هوایی ایران و عراق عبور می کنند کتی پاسیفیک در بیانیه خود افسوده که بر اساس سیاست بلند مدت این شرکت هواپیماهای آن هرگز از آسمان کشورهای عراق، افغانستان، اوکراین و سوریه عبور نمی کنند. آژانس امنیت هوانوردی اروپا هفته پیش و همزمان با انتشار گزارش ایمنی جدید خود اعلام کرد که به شرکت های هوایی هیچ توصیه ویژه ای نکرده است شرکت هوایی ایر فرانس نیز اوایل هفته جاری اعلام کرد که پس از هشدار اخیر آژانس در مورد پرواز بر فراز ایران و دریای خزر اقدامات ویژه‌ای به کار خواهد بست پس از سقوط یک هواپیمای بوینگ 777 خطوط هوایی مالزی که سال گذشته بر اثر اصابت یک موشک در مناطق جنگی شرق اوکراین روی داد شرکت های هوایی در مورد پرواز بر فراز مناطق جنگی احتیاط بیشتری می کنند. هفته گذشته نیروی هوافضای سپاه پاسداران برای نخستین بار اجازه فیلمبرداری از یکی از پایگاه های موشکی خود در دل کوه را داد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز این فیلم را پخش کرد در این تونل های پیچ در پیچ تعداد زیادی از موشک های بالستیک و دوربرد دیده می شون. آمریکا گفته آزمایش های موشکی ایران ناقض قطنامه های سازمان ملل متحد است و این مسئله در سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران میگوید موشک های دوربرد ایران در عمق 500 متر زیر کوههای بلند و در بردهای مختلف بر روی پرتابگر سوار آماده پرتاب و دستها بر روی ماش است. امیرعلی حاجیزاده فرمانده فضای سپاه پاسداران روز چهارشنبه 22 مهر ماه تاکید کرد که پایگاه های موشک های دوربرد ایران در عمق 500 متر زیر کوهای بلند و در همه استان‌ها و شهرهای کشور آماده مقابله با تهدیدهای دشمن است. وی اضافه کرد موشک ها در بورد های مختلف در همه پایگاه ها بر روی پرتابگر سوار آماده پرتاب و دستها بر روی ماشه است و فقط منتظر دستور فرمانده معظم کل قوا هستیم به گفته آقای حاجیزاده از سال آینده نسل جدید و پیشرفته موشک های دور سوخت مایع و جامد جمهوری اسلامی جایگزین تولیدات فعلی کشور خواهد شد نیروی هوافضای سپاه پاسداران برای نخستین بار اجازه فیلمبرداری از یکی از پایگاه های موشکی خود در دل کوه را داده است و صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه این فیلم را پخش کرد به گزارش خبرگزاری فارس در این تونل های پیچ در پیچ تعداد زیادی از موشک های بالستیک و دوربرد قدر دیده می شود خبرگزاری فارس پیش از این با اشاره به روند ساخت موشک های شهاب سه با برد 1150 کیلومتر موشک قدر را نمونه پیشرفته شهاب سه ذکر کرده بود که با سوخت مایع و با برد 1650 کیلومتر کار می کند. به گفته این خبرگزاری موشک های سوخت مایه با توجه به نیاز به شارژ سوخت در مخازن پیش از پرتاب زمان زیادی برای آماده سازی نیاز دارند. خبرگزاری فارس در گزارش خود خبر داده بود که برای رفع این مشکل از سالها پیش سیلوهای زیرزمینی برای پرتاب موشکهای بالستیک در نقاط مختلف ایران ساخته شده که میتوان موشک شارژ شده و آماده شلیک را تا چند ماه در آنها نگاه داشت همین فرمانده عالی سپاه روز دوشنبه 19 همه آبان ماه سال 1393 گفته بود که ایران به وفور موشک چند مرحله سوخت جامد ساخته با 2000 کیلومتر برد و خطای 10 متری که امکان هدف قرار دادن اسرائیل را دارد چند مقام عالی سپاه پاسداران اعلام کردند که جمهوری اسلامی پس از توافق اتمی وین به برنامه موشک خود ادامه خواهد داد در همین حال وزیر دفاع ایران روز یکشنبه 19 مهر ماه خبر داده بود که آزمایش موشک دوربرد اماد از نسل جدید موشک های بالستیک زمین به زمین ایران با موفقیت انجام شده است در واکنش به این اتفاق جاشرنس سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که شواهدی قوی موجود است حاکی از اینکه آزمایش موشکی ایران قط نامه های شورای امنیت سازمان ملل را در مورد موشک های دوربرد نقض کرده است مقامات جمهوری اسلامی اما اعلام کردند که آزمایش این موشک نقض توافق اتمی وین نیست و خارج از هیته یا صلاحیت قطعنامه شورای امنیت و پیوستهای آن است به دنبال ادامه نارامی ها و خشونت میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها در بیت المقدس جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که بنا دارد هر چه زودتر به منطقه سفر کند و تمامی تلاش خود را برای آرام کردن وضعیت به کار گیرد آقای کری هنگام آغاز به کار به عنوان وزیر خارجه آمریکا طرحی برای به جریان انداختن روند مذاکرات میان دو طرف اسرائیلی و فلسطینی در پیش گرفت که به نتیجه نرسید ساعتی پس از آغاز یک عملیات عمده ای امنیتی توسط نیروهای اسرائیلی در محلات عرب نشین بیت المقدس حملات در بخشهایی از شهر ادامه یافته است صبح روز چهارشنبه 22 مهر پلیس اسرائیل ورودی های محله جبل مکبر را بست سه مرد فلسطینی که متهم شدهاند سه اسرائیلی را روز سهشنبه 21 مهر کشتند در این محله زندگی می کردند ارتش اسرائیل هم صدها سرباز برای کمک به این عملیات فرستاده است پلیس اسرائیل گفته است یک فلسطینی را که با چاقو به یک زن اسرائیلی در ایستگاه مرکزی اتوبوس حمله کرده بود در تیراندازی کشته است پلیس میگوید یک فلسطینی دیگر هم که تلاش کرده بود با چاقو یک پلیس اسرائیلی را در دروازه دمشق در محدوده قدیمی شهر بیت المقدس بکشد در تیراندازی پلیس کشته است جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کاخ سفید نگران گزارش ها از فعالیت های امنیتی است که می تواند استفاده بالقوه و بیش از حد از زور توسط مقام های اسرائیلی باشد آقای کربی در مصاحبه با جروسالیم پست که روز چهارشنبه منتشر شده است سعی کرد اظهارات جان کری وزیر خارجه را دایر بر اینکه به اعتقاد او سیاست شهرک های یهودی نشین اسرائیل ریشه این خشونت هاست را کم جلوه بدهد مقام های اسرائیلی میگویند از آغاز ماه اکتبر در حملات متعدد تیراندازی و چاقوزنی هفت اسرائیلی کشته و چندین نفر دیگر هم زخمی شدند از سوی دیگر مقام های فلسطینی هم میگویند دست کم سی فلسطینی کشته شدند که افراد مهاجم هم در این شمار آمدن و صدها نفر دیگر هم مجروح شدند محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه 22 مهر در نخستین واکنش خود پس از این دوره تازه خشونت ها گفت اقدام های اسرائیلی ها می تواند جرقه درگیری مذهبی را بزند که همه چیز در آن خواهد سوخت آقای عباس همچنین اسرائیل را متهم کرد که کودکان ما را با خونسردی اعدام می کنند اشاره آقای عباس به کشته شدن یک پسر بچه 13 ساله است که روز دوشنبه پلیس اسرائیل او را با تیر زد او و یک پسر پانزده ساله به یک پلیس اسرائیلی چاقو زده بودند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این اظهارات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را دروغ و فتنه برانگیز خوانده و گفت پسر بچه مورد اشاره محمود عباس زنده است و در بیمارستان بستری است هفته گذشته خبرگزاری های ایران از کشته شدن فرشاد حسونی زاده و حمید مختاربند دو فرمانده سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند. خبر کشته شدن این دو به سپاه کمتر از یک هفته پس از کشته شدن سرتیب حسین حمدانی از فرماندهان ارشد سپاه در سوریه اعلام شد. خبرگزاری های ایران از کشته شدن فرشاد حسونی زاده و حمید مختاربند دو فرمانده سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند. خبرگزاری فارس روز سه 21 مهر به نقل از سایت بسیج پرس از کشته شدن این دو فرمانده سپاه خبر داده اما به زمان کشته شدن این دو فرمانده اشاره نکرده است. بنابراین این گزارش فرشاد حسونی زاده فرمانده سابق تیپ سابرین بوده و حمید مختاربند معروف به ابو زهرا مسئول سابق ستاد تیپ یکم حضرت حجت احواز بوده است. خبرگزاری میزان با بسته به قوه غذایی ایران نیز روز دوشنبه 20 مهر ماه از برگزاری مراسم تشییع جنازه دو نفر از اعضای سپاه پاسداران به نام های عارف حسینی و یار محمد مردانی در شهر ری و خاکسپاری آنها در بهشت زهرا خبر داده است. خبرگزاری میزان بدون اشاره به زمان کشته شدن این دو تن آنها را دو عضو سپاه از لشکر فاطمیون که در دفاع از حرم حضرت زینب در سوریه کشته شدند معرفی کرده بود یک روز پیش از خاکسپاری این دو عضو سپاه مراسم تشییع و خاکسپاری حسین حمیدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در تهران برگزار شده بود همزمان و در تحولی دیگر تلویزیون المنار وابسته به حزب الله لبنان سهشنبه 21 مهر مراسم تشییع حسن حسین الحاج یکی از فرماندهان بلندپایه خود را که در جنگ علیه مخالفان حکومت اسد رئیس جمهوری سوریه در استان ادلب کشته شده است به طور زنده و مستقیم پخش کرد. الهاج از مهمترین هماهنگ کننده های عملیات جنگی و میدانی نیروهای حزب الله بود. گفته می شود شمار کشته شدگان حزب الله در نبردهای دو روز اخیر استان ادلب به شش نفر میرسد و احتمالا این آمار بالاتر هم برود. شورای ایمنی هلند در تحقیقات خود پیرامون علل سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی در خاک اوکراین به این نتیجه رسیده که مسبب این حادثه یک موشک روسی بوده است گفته شده که این موشک از نواحی تحت کنترل شورشیان شلیک شده است بر اساس گزارش شورای ایمنی هلند که روز سهشنبه 21 مهر منتشر شد موشک روسی به سمت چپ کابین خلبان اصابت کرده است این حادثه که در تیرماه سال گذشته رخ داد باعث کشته شدن تمامی 298 سرنشین و خدمه هواپیما شد هیئت بین المللی که تحت سرپرستی شورای ایمنی هلند پژوهش کرده درباره عاملان این فاجعه سخن نگفت اما گفته شد که یک هیئت جداگانه هلندی در حال تحقیق در این زمین است آنچه که هیئت مذکور در روز سهشنبه برای آرامش خاطر وابستگان قربانیان این فاجعه منتشر کرد این بود که شماری از سرنشینان هواپیما هنگام اصابت موشک به بدنه هواپیما در جا کشته شدند و مابقی در عرض چند ثانیه بیهوش شده و هنگام اصابت به زمین در بیهوشی به سر بردند. در گزارش شورای ایمنی هلند به دولت اوکراین انتقاد شده که برای جلوگیری از این سانحه دست به اقدامات پیشگیرانه نزده است کشورهایی که مانند اوکراین درگیر جنگ داخلی هستند موظف به انجام اقدامات گوناگون برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی هستند از جمله این اقدامات ممنوعیت پرواز هواپیماهای مسافربری بر فراز مناطق بحرانی است نتایج تحقیقات هیئت مذکور با آنچه که پیشتر کارشناسان شرکت نظامی روسیه آلمازانتی منتشر کرده بودند همخانی دارد شرکت دولتی آلمازانتی تولید کننده سامانه موشکی بوک است تقریبا همزمان با انتشار گزارش شورای ایمنی هلند آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین بار دیگر روسیه را متهم به سقوط این هواپیما کرد به گفته او شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین نه دانش کافی و نه توانایی استفاده از سامانه موشکی بوک را دارند شرکت دولتی آلمازانتی نیز ساعاتی پس از انتشار گزارش شورای هلندی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که روز هفتم اکتبر آزمایشی با موشک بک و یک هواپیمای مشابه جت شرکت مالیزیایی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که پرتاب موشک از مناطقی صورت گرفته که تحت کنترل نیروهای دولتی اوکراین بودند. این شرکت در کنفرانس مطبوعاتی خود برای اثبات این ادعا فیلمی را پخش کرد که گفته شد از آزمایش مذکور گرفته شده است. در ماه جوان 2014 نیز وزارت دفاع روسیه تصاویری منتشر کرد که گفته شد تحرکات نیروی هوایی اوکراین را در روز حادثه و در محل وقوع آن نشان می‌دهند. چند هفته پیش شپیگل آنلاین گزارش داد که پلتفرم بلینکت دو نمونه از این تصاویر را تجزیه و تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده است که به این تصاویر تاریخ اشتباه داده شده و تصاویر با استفاده از نرم افزار فتوشاپ دستکاری شده. دادگاه انقلاب تهران مهدی موسوی و فاطمه اختصاری دو تن از سرایندگان غزل پست مدرن را به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به تحمل حبس‌های طولانی و 99 ضربه شلاق محکوم کرد. دو شاعر در دادگاه انقلاب ایران به حبس‌های طولانی مدت و 99 ضربه شلاق محکوم شدند. مهدی موسوی به 9 سال و فاطمه اقتصاری به 11 سال و نیم زندان محکوم شدند. امیر رئیسیان وکیل آقای موسوی و خانم اختصاری روز دوشنبه 20 مهر گفت در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه حکم اولیه موکلان خود را مشاهده کرده که بر محکومیت این دو شاعر به اتهاماتی نظیر توهین به مقدسات دلالت دارد. آقای رئیسیان گفت این اتهام به صدور شش سال حبس برای مهدی موسوی و هفت سال حبس برای فاطمه اختصاری منجر شده است. بر اساس این حکم علاوه بر این مدت زندانی آقای موسوی به اتهام نگهداری گاز اشکاور به سه سال زندان و خانم اختصاری به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر تصاویر غیر اخلاقی در اینترنت به ترتیب به یک سال و نیم و سه سال زندان محکوم شدند. اتهام دیگر این دو شاعر نیست روبوسی و دست دادن با نامحرم است که قاضی دادگاه حکم به 99 ضربه شلاق برای هر دوی آنان داده است این وکیل دادگستری اتهامات نسبت داده شده به مهدی موسوی و فاطمه اختصاری را رد کرده و از جمله درباره مسئله نگهداری گاز اشکاور میگوید آقای موسوی به عنوان پزشک تنها اسپری مجاز برای دفاع شخصی داشته است آقای رئیسیان گفت اتهام توهین به مقدسات که به این دو شاعر نسبت داده شده در رابطه با اشعار آنها بوده که اغلب آنها با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتاب منتشر شده است اما اساسا هیچ کدام این اشعار حاوی مزامین توهینآمیز علیه مقدسات نبوده است خبر این احکام را مهدی موسوی نیز در اینستاگرام خود منتشر کرده که وی از آن به عنوان حکم بیدادگاه نام برده است. آقای موسوی همچنین اتهام نگهداری گاز اشکاور را خندهدار توصیف کرده و نوشته که نه تنها در زندگی خود گاز اشکاور را از نزدیک ندیده بلکه در بازجویی های روزه در سپاه و حتی در دادگاه یک کلمه راجع به چنین مسائلی صحبت نشده بود. آقای موسوی همچنین نوشته است تاریخی که بر روی حکم دادگاه ثبت شده به اول تیرماه امسال برمیگردد و این قبل از برگزاری آخرین دادگاه او و شنیدن دفاعیاتش بوده است آقای موسوی در نهایت با رد همه اتهامات خود نوشته است صدور چنین احکام ای به جرم شعر گفتن و چاپ کتاب در سرزمینم را تنها لکه ننگی بر شعور انسانی و آزادی بیان میدانم و امیدوارم که روزی در این سرزمین عدلی جاری شود که کسی را به جرم شعر گفتن و آزاده بودن به زندانهای طویل المدت محکوم نکنند مهدی موسوی و فاطمه اختصاری هفته همه آزر ماه 1392 بازداشت و نزدیک به دو ماه در بند دوی علف زندان اوین تحت نظارت سپاه پاسداران نگهداری شدند. آثار این دو شاعر اغلب در ایران با سانسور مواجه بودند چنانچه برخی از کتابهای آنان پس از انتشار توقیف شدند که آخرین نمونه آن مجموعه شعر منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری اثر فاطمه اختصاری است که امسال از نمایشگاه کتاب تهران جمع آوری شد با این گزارش به پایان برنامه این هفته ایران و جهان میرسیم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. با ما از طریق نشانه هایی که برای صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و نقد های خود را برای ما بنویسید. تا هفته دیگر و دیدار دیگر شب و روز شما خوش.